درود بر شما همراهان عزیز کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از رازهای پنهان زندگی مرموز دختران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا و ازدواج ها و هواشی پشت پرده اونها در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. دختر بزرگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور و قدرتمندترین مرد جهان، ایوانکا ماری ترامپ نام داره. اون بازرگان، نویسنده و مدل زیبای آمریکاییه. ایوانکا دختر دونالد ترامپ و زن اولش، مدل و بازیگر مشهور قدیمی ایوانا ترامپه. ایوانکا همیشه بسیار زیاد مورد توجه عموم مردم و رسانه ها قرار گرفته. اون مشهورترین فرزند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تنها دختر از ازدواج اولشه. مادر ایوانکا ورزشکار و مدل زیبای اهل جمهوری چک بود. در همون دوران کودکی به لطف روابط پنهانی پدرش با یک بازیگر، زندگی خانوادگی ایوانکا سر زبون افتاده بود. وقتی که ده سالش بود، بسیاری از روزنامه‌نگاران مجلات زرد در آمریکا در خارج از مدرسه تجمع می کردن که با اون مصاحبه کنن و سوالاتی در مورد پدر و مادرش ازش می پرسیدن. بعد از مدتی پدر و مادرش از هم جدا شدند و زندگی ایوانکا تحت تاثیر قرار گرفت. اون در تبعیت از مادرش در نوجوانی به سمت مادلینگ و ورزش رفت و مجله ها عکس ایوانکای 15 ساله رو در سال 1997 چاپ کردند. اون به سرعت در زمینه مدلینگ پیشرفت کرد و به عنوان یک مدل زیبا با های معروفی مشغول به همکاری شد توی چندین فشنشوی اروپایی هم شرکت کرد و در کنار پدرش در مراسم نوجوان زیبای آمریکا درخشید اون یک مدل بسیار موفق بود اما ایوانکا به شکل ناگهانی تصمیم گرفت اون حرفه رو رها کنه به کالج رفت و درس خوند بعد از فارغ و تحصیلی وارد فعالیت های تجاری خانوادگی ترامپ شد و در سال 2006 به طور رسمی به عنوان مشاور پدرش دونالد ترامپ مشغول به کار شد در سال 2007 ایوانکا با جرد کوشنر برای همکاری شرکت پدرش و شرکت کوشنر وارد مذاکره شد اونها یک ناهار رسمی خوردن و در لحظات اول فهمیدند که عاشق هم شدند بعد از مدت کوتاهی با هم نامزد کردند خانواده کشنر یهودی های بسیار معتقدی بودند و کاملا مخالف این ازدواج بودند چون میگفتند که پسر ما نباید با یک دختر غیر یهودی ازدواج کنه و اصلا براشون مهم نبود که ایوانکا چقدر مشهور و ثروتمنده اونها به دلیل همین مخالفت ها مدتی از هم فاصله گرفتند یا به اصطلاح جدا شدند اما در نهایت ایوانکا به دین یهود هویت گروید و مانع اصلی ازدواجشون رو رفع کرد اونها با هم ازدواج کردند و بعد از اون هم ایوانکا در مصاحبه های مختلفی از آن داشت رژیم غذایی کوشر یعنی غذای پاک و حلال رو که در آین یهودیت بسیار مهمه کاملا رعایت میکنه و شبات یعنی تعطیلی روز شنبه رو که به عبادت میگذرونه بسیار دوست داره ایوانکا در ادامه هم گفت که اون و همسرش بر اساس دستورات دینی روزهای جمعه و شنبه رو کار نمیکنن و فقط برای خانواده و سفرزندشون وقت میذارن ایوانکا تاجر، نویسنده، اقتصاددان و مدل آمریکایی که در دوره اول ریاست جمهوری پدرش اختیارات زیادی رو بر عهده داشت و از طرف رسانه ها به اون القاب مختلفی داده بودند مثل قدرت خاموش پشت تاج و تخت ترامپ، نیمه خوب دونالد ترامپ و بانوی اول واقعی آمریکا. در سال 2016 زمانی که ترامپ رسما نامزدیش در انتخابات رو اعلام کرد، این ایوانکا بود که در کنار پدرش حضور داشت. کاری که طبق اصول بر همسر نامزد انتخابات. اون همه جا همراه پدرش بود و از مهره های کلیدی دولت ترامپ محسوب میشد. در حاشیه سفر ترامپ و دخترش در سال 2017 به عربستان سعودی خبرها و هواشی زیادی در مورد این سفر در رسانه ها مطرح شد. و عکس های زیادی از نگاه های هیز عرب به دختر ترامپ در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. گاردی که نباید سرشون به چرخه و چشمهاشون تکون بخوره. ایوانکا تا کنون دو کتاب هم نوشته و منتشر کرده. کتاب اولش در مورد راهنمایی زنان در عرصه کار و زندگیه. بعد هم کتابی با نام زنانی که کار میکنند رو منتشر کرد. اون یکی از اعضای هیئت مدیره مؤسسات و هتل‌های زنجیره‌ای ترامپ محسوب میشه و در کنار برادرانش به اداره و مدیریت اینها مشغوله. دختر دیگه دونالد ترامپ تیفانی آریا ترامپ نام داره. اون در 13 اکتبر 1993 در شهر وست پالم بیچ ایالت فلوریدا به دنیا آمد. اون اولین و آخرین فرزند دونالد ترامپ از همسر دومش مارلا هنرپیشه آمریکاییه. پدر و مادرش اسم اون رو از روی جواهر فروشی تیفانی که در مجاورت برج ترامپ در منحتن قرار داشت انتخاب کردند. تیفانی بیشتر دوران کودکیش رو در نیویورک سپری کرد یعنی همون جایی که عمده املاک و شرکت پدرش قرار داره. پدر و مادر تیفانی اغلب اون رو به همراه خودشون به مراسم های رسمی که دعوت می شدن می بردن. یکی از این مراسم ها هفته مد نیویورک بود در تصاویری که از جشن خانوادگی ترامپ منتشر میشه تیفانی اغلب در کنار خواهر و برادران بزرگترش ایوانکا و دونالد جونیور قرار داره کودکی تیفانی در رفاه کامل و در رفت و آمد به املاک خانوادگیش در نیویورک و فلوریدا سپری شد بعد از جدایی ترامپ و همسر دومش در سال 1999 مارلا به همراه دخترش به نیویورک نقل مکان کرد و در اونجا به گفته خودش دخترش رو به تنهایی و به دور از پدرش بزرگ کرد تیفانی زمانی که در نیویورک زندگی می کرد به مدرسه غیرانتفاعی میرفت که شهریه اون 31 هزار دلار بود بعد از اون هم تیفانی ساکن لس آنجلس شد و مرتبا برای دیدن پدرش میرفت و حتی تصاویری از اون در کنار ملانیا و پدرش هست که هنوز ملانیا با پدرش ازدواج نکرده بوده و به اصطلاح نامزد بودند تیفانی با رسیدن به دوران نوجوانی بیشتر در انظار عمومی حضور پیدا کرد و معمولا به همراه پدرش در مراسم ها شرکت میکرد در سال 2011 تیفانی به سمت آهنگسازی و خوانندگی رفت و یک تک آهنگ به نام مثل یک پرنده رو با صدای خودش اجرا کرد و منتشر کرد البته که زیاد مورد پسند مردم قرار نگرفت اون در مصاحبه ای با اوپرا وینفری گفت با تمام تمرکزش در حال ادامه تحصیلات و درس خوندنش در کالجه اما چند سال دیگه معلوم میشه که میتونه خوانندگی رو جدی دنبال کنه یا نه تیفانی اما دیگه دنبال خوانندگی نرفت. اون بعد از فارغ و تحصیلی از کالج در سال 2012 تحصیل همزمان در دو رشته جامعه شناسی و مطالعات شهری رو در دانشگاه پنسیلوانیا شروع کرد. پدرش دونالد ترامپ هم در همون دانشگاه تحصیل کرده بود. خواهر ناتنی بزرگتر تیفانی یعنی ایوانکا ترامپ که سالها با برند لباس خودش فعالیت موفقی داشت، در تابستان 2011 به اون کمک کرد تا در نشریه ووگ دوره کارآموزیش رو بگذرونه. تیفانی با حضور در برنامه های هنری و مراسم مربوط به فشنشوی لباس در نیویورک خودش رو به تدریج به چهرهی مشهور و شناخته شده در میان افراد تراز اول و پایه ثابت مراسم ها و برنامه ها تبدیل کرد. در اغلب عکس هایی که از تیفانی منتشر شده اون در کنار اندرو وارن پسر یک سرمایه گذار حوزه املاک و همچنین فرزندان بسکتبالیست ها و فوتبالیست های مشهور آمریکایی حضور داشته تیفانی حتی در مواردی با پدرش مخالفت های ریزی هم داشت وقتی که دونالد ترامپ از پیاده روی و جشن های همجنسگرایان در آمریکا جلوگیری کرد و همه ی سعیش رو کرد تا قوانینی رو بر ضد همجنسگرایی به تصویب برسونه دخترش با چندین همجنسگرای معروف عکسهایی رو در فضای مجازی منتشر کرد تا حدی که شایعاتی در مورد همجنسگرا بودن تیفانی ترامپ منتشر شد اون در حالی که هنوز دانشجو بود در برخی از فعالیت‌های تبلیغاتی پدرش هم برای انتخابات ریاست جمهوری حضور فعالی داشت تیفانی ترامپ به خاطر فامیلیش حسابی شناخته شده و به شهرت رسیده در پیج اینستاگرامش تصاویری از سفرهای لوکس و رویایی خودش و همچنین عکسهایی رو از روزهای دانشجویی به همراه دوستانش رو به اشتراک میذاره تیفانی حالا در حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر فالوور داره و این اواخر هم تصاویری رو از نامزدی و ازدواجش با مایکل بولوس منتشر کرده تیفانی حضور فعالی در هفته مد نیویورک و پاریس داشت و بعد هم با پسر ما مالک شرکت چند میلیون دلاری در نیجریه چند سالی در رابطه بود و در نهایت هم با هم ازدواج کردند که البته این ازدواج بسیار جنجالی و پرهاشیه شد مخصوصا که اکثر رسانه ها به صحبت دونالد ترامپ که گفته بود کشورهای آفریقایی مثل چاه مستراح هستند اشاره می کردن. مرسی که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید